بذل و بخشش سفیر کره جنوبی به یک بیمارستان خصوصی در تهران، یک کارتون ماسک. ماسک هایی که خبرساز شد. امروز کاربران فضای مجازی به انتشار عکسی از سفیر کره جنوبی در رابطه با اهدای ماسک به یکی از بیمارستان‌های تهران واکنش نشان دادند. مردم ایران نیازمند 400 دونه ماسک نیستن که خودتو به زحمت انداختی. ایران صادر کننده ماسک هم هست. محض اطلاعت. مردم ایران فریب جست شما را نخواهند خورد. 7 میلیارد دلار اموال ایران را از ترس آمریکا بلوکه کرده اید. بنده 4000 تا ماسک به جناب سفیر اهدا میکنم. فقط هرچه زودتر پولهای بلوکه شده را آزاد کنند. قضیه از این قرار است که آقای سفیر در یک اقدام عجیب یک کارتون ماسک به تعداد 2000 عدد به یک بیمارستان در پایتخت اهدا کرد که واکنش هایی به دنبالش. البته گویا این دومین بار است که چنین اتفاقی از سوی کره جنوبی برای کشورمان صورت گرفته، تا جایی که ما خودمان در رابطه با تولید ماسک رکورد داریم و نیاز به ماسک آقای سفیر نیست. نه تنها در زمینه تولید خودکفا هستیم، بلکه در زمینه ساخت ماشینالات اتوماتیک خط تولید ماسک هم امروز ما شرکت دانش بنیانمون ما رو به خودکفایی رسوندن و حتی در این زمینه هم میتونیم صادرات انجام بدیم. سخنگوی وزارت خارجه هم در رابطه با اهدای ماسک این گونه گفت: در همون حد طنز فعلا نگرش می‌داریم. البته مردم کره جنوبی در جاهای مختلف نشون دادن که با آنچه که دولت جمهوری اسلام، دولت کره در قبال دولت جمهوری اسلامی ایران انجام داده، شاید به نوعی نارضایتی دارن. ما در موضوعهای مختلف این رو احساس می‌کنیم.